سلام سلاطین، خوبی این میکروفون ها میدونی چیه؟ میتونم راه برم و شما صدا ما با کیفیت داشته باشید. خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون تشاشوی لایف. توی این ویدیو با حروم کردن یک پسته قرار بریم سراغ چرک هشیشتری هشیشتر از چرسی زیرو تو اینیوان کیت که لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم واسه تون. از یوتیوب چرسی میشنم همکار رو راجع به این همکاری صحبت میکنیم یه خورده جلوتر. لینک یوتیوب دلول و اسنارم میذارم توی دیسکریپشن، به اون کانالم سر بزنید و تایم خودتون رو با کانتنت های مناسب پر کنید. اگر بورگنگ هاتون رو ماشید تو کامنت بریم سراغ ترکی هشیشتر چرسی زیرو تو اینیوان کیت. خب این ترک اسلاپ دو هست. در واقع ما آخرین جایی که این دو نفر رو کنار هم دیگه دیده بودیم دو ترک اسلاپ بود که یه مارکتینگ کمپین به نظر من بسیار بد داشت قبلش که یک بیف سوری شکل گرفته بود. مثلا این دو نفر مثلا خیلی کتکش تونی مثلا خیلی کتکش فلان در واقع اینجوری مثلا شکل گرفت و هنوز یک روز از بیف نگذشته، حالا یادم نیست چند روز، ولی اینجوری بود که چند ساعت بعد دیسه اومد. یعنی لوس بودن کمپینش به خاطر تایم کوتاهش بود. اگر 3 ماه اینو پیش می‌بردن خیلی تمیز می‌شد. ولی خب بچه‌ها تحملشو نداشتن. جای دیگه‌ای که ما این دو نفر رو دیدیم، قرار بود ببینیم اون فیت اتحاد نسل 4 بود که هیچ‌وقت نمیاد بیرون، ولی حدس می‌زنیم که این دو نفر حداقل اونجا باشن چون پرچم‌دارای دریل فارسی بودن دیار. من یادم نیست کی قرار بود باشه کی قرار بود نباشه، واقعا اصلا نمیدونم جایی اعلام شده. من میدونم اگر قرار بود اتحادی باشه هیپاپولوژیست چرسی تونی حتما بودن، چون پوری هم که حذف شده بود، پوری رفته بود با توهی احتمالاً، حالا جای پوری یکی دیگه هم بود. در صورت جای بعدی که دیدیمشون کنار هم دیگه، کنار هم ندیدیم ولی نزدیک به هم دیدیم، مستقیم نبود، غیر مستقیم بود. چه جوری غیر مستقیم؟ همونطور که میدونید چرسی یه چند وقتی داره با سعید دهقان کار میکنه، از ترکی فکر کنم کشیدی پر یا ترک قبلیش یادم نیست دقیقاً اسمشو، الان میتونید نگاه کنید یوتیوب چرسی جلومون بازه دیگه. فکر کنم از آلبوم دام و حداقل دیلاکس دام به بعد، ولی در صورت مدت هاست داریم میبینیمشون دیگه کنار هم دیگه. از اون طرف تونی هم داره با سعید دهقان کار میکنه و حضور یک فرد مهم توی پروژه هر دو نفرشون که این فرد مهم مشترکه احتمالا باعث نزدیکیشون میشه دیگه. این پیش اون راجع به این حرف میزنه نزدیک بودن با هم دیگه، نمیگم نزدیک نبودن، من میگم احتمال جوش خوردن این فیته من حدس میزنم که از سمت سعید دهقان باشه، چون در غیر این صورت چرا این احتمال رو دارم میگم؟ در غیر این صورت به نظر من توجیه نداره فیت این دو نفر با هم. چرا؟ به خاطر اینکه تو اوج هات بودن صحنه و نسل 4 و این دو نفر اون زمانی که دیریل تو اوجش بود، این دو نفر هم پرچمدار دیریل فارسی بودن، یه فیت با هم دیگه داشتن که خیلی ترکه همون موقع که من خود دیریل بودم هم برای من ترکه معمولی بود خیلی. خب میگم وقتی این همه پیش نیازش جوره، ما نمیتونیم ترک خوب بدیم بیرون، احتمالا بدون پیش نیاز ترک خوبه ترک بدتر هم میشه دیگه. نمیدونم اینا همش پیش فرضه، ولی میگم اینکه تو کارگردان باشی فیلم یکت بد در بیاد فیلم دو تصمیم بگیری بسازی خیلی عجیبه. اینا همش پیش نظریه بود دیگه، مثلا فرضی از نظریه نیست. پرودوسر کشبیت و اصلا سعید دهقان اینجا در کار نیست. متیتیوز هم چیزی میسانسر سهند امزه دارفوک گوت دیوی برو بریم. بیت شبیه چیزه سامپلش چجوری یاس همه تون نونین میگم و تا همه ردیف اولم کلوفته مثل بوکالام حتی گردنم دیری نیست میگم و صدای نیمون های اشتا نکام میده تا همه ردیف اولم کلوفته مثل بوکالام حتی گردنم هیچی نمیندازه خط روی تنم غیره این ناخونای زنم بگی هوکو میلرزه هش ریشه اما ناخونای زن پانچلان زن اونم ریلی زمین ام نیست موتور بگی هوکو میلرزه هش ریشه میکنم ریلی زمین ام نیست موتور رف و روشنه و صدام شیفتر چیرم تو هرکی که پشت شیفتر چیزه بکنم دنده ام نیست پازنم توضیح بدم چون برای خودم عجیب بود وقتی فهمیدم دنده بشه شیفتر هیچ وقت نمیدونستم
موتور رف و روشنه و صدام شیفتر چیرم تو هر کی که پشتم نیست میدونی که چرزت ها رو رو تو تون میگا بدون تیون میگا چه قره و بیست با لگت عبورودم بدون پول میام الان بوی پول میده خونم همه ردی و سوش فقط میکنم هچات داریم گان واقعی مد سنایپر چکم سنگین فی نمیدم به پیپل از گان واقعی صحبت نکنم میارمشون واقعی ترین گانه رپ فارسی من دارم که اونجاست داریم گان واقعی مد سنایپر چکم سنگین فی نمیدم به پیپل موری میگیره ولی تو تکس نمیده آنتن توی گم رو میگه چکم سنگین فی نمیدم به پیپل مبلغی که انتقال میدیم انقدر زیاده که پیپل مثلا فیریه حالا با درصد کم انجام میده نمیدم به پیپل موری میگیره ولی تو تکس نمیده آنتن توی گم رو میزنیم به تیف داک میبرن جایی جنازه نه 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 یه پیپل میپل نمیکنیم با ولت میزنیم جا به جا میکنیم که تکس ندیم تکس نمیده حالا اینکه این اطلاعاتو چرا داره من و شما میگه نمیدونم که این ترک این اطلاعات ترک رو جذاب میکنه یا نه سوال بزرگیه آنتن توی گم رو میزنیم به تیف داک میبرن جایی جناب صبح یه کارت به کارت کردم صد نباشه هیچ جا کلم تاقه مردادی اینه تیف داک میبرن جایی جناب صد نباشه هیچ جا کلم تاقه مردادی اینه هیچ کار صدامم همه جا اکوچه تا این سار رپورسی نمیندازه باس ما کنتور میایم هشریش داری همه فک و شلمون چرا اینجوری میکس کنه؟ زنین ای دست با تون تون چون تونی و چست میزنن هر سال کمبو چرا اینقدر خامه کرس میکسش سهند نمیندازه واسما کنتور میایم هش بالا سنگ ماهر سنگه شریش داری همه فکا شل مول بزنین ای دست با تون تون خیلی خامه اینگاه مثلا اینگاه ماکته خود تو کرس اون استکی که کردن یعنی استک یعنی که مثلا چند تا وکال چند تا لایه و میندازن کنار میندازن روی هم دیگه توی کورس این کارو میکنن که کورس شلوغ‌تر شه حالا هوای شلوغ‌تر و پرهمهمه‌تری درست آره با همهمه‌تری داشته باشه خیلی خامه انگار مثلا خیلی خشک فقط همون صدا رو انداختن کنارم دیگه فضا سازی نشد تونی و چست میزنن هر سال کمبو متهم ردیف یک بچه تهران خط روت میکشم نستلیق بگی ولدان یکم زود میشم من نستبی توم شیطان بچه تونی هم دیگه مثلا یکی در میون دیریل نمیده تونی هم داره مثلا جای دیگه رو امتحان میکنه صحبت هم میگه که پافشاری دارن هنوز رو دیریل یه خورده شما هم ترمز کنید چون تونی و چست میزنن هر سال کمبو متهم ردیف یک بچه تهران خط روت میکشم نستلیق بگی ول داون شکم زود میشم من نستبی توم شیطان دریلو خوب میکنم وطنی روش امزام دست غلافی کمری میاد این نگاهی که عجز و ناتوانی توشه میدونی چه حرفی رو میخواد برسونه این که رو بیت بومبب داری میخونی چرا داری میگی خفنه من اصلا منکر این نیستم که تونی پدر دیلیل فارسیه یکی از کسایی که بیشترین زحمت رو دیلیل فارسی کشید برای اینجا ول کن داداش اینجا بومبب بخون عشق کنی این همه چیز واسه خوندن هست دریلو خوب میکنم وطنی روش امزام دست غلافی کمری میاد رو هدت گان خیابونی هم عبدی ولی سوپر استام داشت بسته کارو قبل سفر توی فیس تایم دیدی جز من پدر دریل بوده ای آی ای وای دلوله رو بودی جز بازم گفت فیس تایم دیدی جز من پدر دریل بوده ای آی ای وای دلوله رو گیج دلول سابسکرایب کنی دلول رو گیجگاد اسم نداره تو کیونته تایم دیدی جز من پدر دریل بوده ای آی ای وای دلول رو گیجگاد اسم نداره رو کمرت خود جیکسام چمدون میرسه اندازه مدلیم بار چکمون باند ماشین ترکیت باز حقانی و سیاد بلاش خیلی بالتره اینجا نسبت به خودش آقا تست کرده بود یه ترک سولو داده بود بیدش بومبپ نبود ولی کلاسیک ترپ بود بیسیک ترپ بود نه اولین بیت ترپی که بعد از بومبپ ساخته شده اون سبکی بود حالا اون نه ولی خب درامل مشابه با ترپی داشت خیلی فلوش بهتره اینجا پیچم تو چمران بعد خامو میدم بزنن استاد هستم بنا سید این چغالا تو اخمم ولی من خندار رفیقم زنجانه یه گلاکم تو شلوار تونی وان میاد گنگ سری قتل هم همه چغالا رو هیتلری میندازم بالا کار سیستمی زلزله میاد تران اشریش شری منطقه چارداشی هم اسکوبارم پاپ
میکس خیلی خام نیست، حتی اینجا هم خام شد. خودم وستلندنم دایامم شاپگل نفهمیدیم تو بیت انگار بکگراند پلی، واقعا انگار مثلا با گوشی بیت پلی کردی داری میخونی. من هم چیز داشیام اسکوارم پاپلو خودم وستلندنم دایامم شاپگل نفهمیدیم تو کی شدی دو سه ماه آپلود ولی بذار روک بگم سخارت رپورتی نمیندازه واسه آدروید. ساده بگم آدروید ماه آپلود ولی بذار روک بگم سخارت رپورتی نمیندازه واسه ما کنترل. من دیدم آدروید وایس داده، گفتم از اینجایش تم بیرم چه خبره. ببین وقتی جواب پنیر رو تله رو برداشتید جواب آدروید رو ندید، جوابش رو ندید اینجوریه. جواب بدید که آخه من احساس میکنم سیف زونش تو درگیری آدروید نه راحته درگیری میشه میگه جان ولی بذار روک بگم سخارت رپورتی نمی. آها وایسا ببینم تو ترکی که فیت چرسی بود به آدروید دیست داد. این امکان ارتباط برقرار کردن چرسی و آدروید رو نزدیک به صفر میکنه. میندازه واس ما کنتون میایم هشریش دری همه فک و شلمون بزنین ای دست با تونتون چون تونی و چرس میزنن هر سال کمبو. نمیندازه واس ما کنتون میایم هشریش دری فک و شلمون بزنین ای دست با تونتون چون تونی و چرس میزنن هر سال کمبو. همه چی داره بومبت میشه دوباره. خیلی باحال، باحال نیست؟ انقدر ترندی بودن رپ فارسی. خب بهتون میگم بچه هم رپ موسیقی ترندیه. شما میگید مثلا موزیک جاودانه فیلان بیسار، نه خبری نیست. رپ کلن ژانر ترندیه، قبول کنید دیگه. بد نیست ترندی بودن لزومن، قبول کنید ترندیه. یه موقع دیریل ترنده، یه موقع بومبپ مثلا ترنده، یه موقع ملودیک ترپ مثل بین مید دیریل و بومبپ ملودیک ترپ بود دیگه. با این تفاوت که بومبپ ریوایو میشه هی. بومبپ اینجوری که مده اما میفته دوباره مد میشه، اما میفته دوباره مد میشه. خیلی خیلی باحاله، خیلی باحاله. من بومبپ خیلی دوست دارم کلا. این اول اسکول درام لاین اول اسکول نگم، بومبپ بومبپ چون یه خورده خاص‌تره. در صورت این بود ترک هشیشتر که خب صد درصد نسبت به ترک اسلب خیلی ترک بهتری بود به نظر من، ولی باز اینا همه نظر شخصی منه بچه. باز به نظر من یه سری لولایت داشت که اولین لولایت این بود که میکس خیلی میگم بیت خیلی دور بود، واقعا خونه بغلی بیت پلیه، انگار مثلا مهمونی خونه بغلی یه بیت پلی کردم ما داریم روش میخونیم. میکس کورس وکالا و لایه ها تو کورس خیلی جدا از هم شنیده میشد. من میدونم یه درصدش به خاطر هدفون منه که هدفونم استودیوییه، ولی خب ترک های دیگر اونجوری نمیکنه هدفونم، یعنی انقدر جدا نمیکنه. یک کم جدا بود که من انقدر جدا میشنیدم. از اون طرف ترک اول اسکول، ترک بوم بپ، بیاین برگردیم به بیاین برگردیم به قدیم. اصلا چرا دیس، اصلا وایس نمینم قدیم هم نمیخواد برگردیم. چرا توی دیس ترک بیت بوم بپ و بیت اول اسکول استفاده میشه؟ نگفتی؟ به خاطر اینکه دستت اونقدر واسه فلوبازی باز نیست و جذابیت و عوامل جذاب کننده ترک محدودترن دیگه. تو اونقدر فلو سویچ های عجیب غریب قرار نیست بزنی توش، مثلا ترپ اونقدر کارهای اونقدر مثلا طاووس بازی و پرستو بازی نمیتونی در بیاری و تمام تمرکز و حد اکثر تمرکز نگم تمام تمرکز میفته روی لیریکس. حالا توی لیریکس باز تو دستت تا یه حدی بازی که آیا میخوای داستان پیش ببری، نریتیو دار میخوای باشه ترکت، میخوای نمیدونم یه سری کانسپت خاص واسه بیتات بچینی، میخوای قافیه های مثلا تو قافیه کاری میشه کرد، ترک های بومبپ فیلو های عجیب نمیشه چی داری تو قافیه های یه سری کاری میشه، میخوای مثلا قافیه های پترن های جالب بنویسی. یا اینکه چی، اولین چیزی که ذهن هر کسی میرسه اینه که ترکات پر از شاه بیت باشه، پر از وان لاینر باشه، پر از بیت های کوتبر. من همچین چیزی خیلی متوجه نشدم. به نظرم یه فلوی بیسیکی که جفتشون پیش گرفته بودن که باحال بود. میگم اصلا خیلی قابل گوش دادن و خیلی کچی و خیلی راحت الهضم بود موزیک. اینجوریه که بک‌گراند میوزیک پلیش حال میده، واقعا حال میده. مثلا شنیدن صدای چرسی روی ملودی نیمون، اگه اشتباه نکنم بگم نیمون، صدای جنوب میداد ملودی. شنیدن صدای چرسی روی همچین بیت کلا جذابه. کلن نزن یه جادویه که فقط چرسی داره. ولی باز به نظر من تکلایه‌ای بود خیلی، یعنی بعد از اینکه تو گوشت عادت میکنه به اون فلو، چیزی که دوباره تو رو ترغیب میکنه موزیک رو گوش کنی
لیریکای باحال، پانچای باحال، لفظای باحال. خبری به نظر من از اون از این مجموعه چیزایی که میگم نبود. بیت مهم خیلی نداشتیم، خیلی فیلر بود. بیت مهم داشتیم خیلی کم بودیم. مثلا همون استیکلیس که همون دیسی که تونی داد به آدرویت، مثلا اون مهمترین بیت تونی بود. مثلا ورس چرسی اینجوری بود که کلش مثلا در حد 6 بود، ورس تونی یه تیکه‌ای 7 می‌شد، یه تیکه‌ای مثلا 4 می‌شد. یه دیگه‌اش خیلی بد و خیلی دیگه بیش از حد فیلر بود. ولی در کل ترک میدی بود، ترکی بود که بازم به نظر من زور پروموشنش و زور کنار هم قرار گرفتن این دوتا اسمی که یه دوره‌ای با هم مشکل داشتن بیشتر از زور خود ترکه به نظر من. و چیز هولوش 5.5 هم 5.5 6 هم همون ترک. همین، شما نظرتون رو بنویسید راجع به این ترک و این ریاکشن ویدیو. ویدیو رو اگه دوست داشتید لایکش کنید، دوستان داشتید دیسلایک، فورگنگ تو کامنتاتون. نره سابسکرایب کنید کانال اگر ویدیوهای کانال رو دوست دارید و برای زنگوله بغل سابسکرایب هم بزنید تا یوتیوب از آپلود بقیه ویدیوها بهتون خبر بده و جا نمونید. تا ویدیوهای بعدی فاکت تندر از و The main one با اتون خدافزی میکنه. 4 guys.